اشراف زادگان فقیر رضا حیات القیب این کتاب یک ضرورت بود پرده 27 علم تصویرسازی و فرایند بعد چهارم دانش تصویرسازی رقابت را از زندگی شما حذف می کند و شما را از میدان رقابت به میدان خلاقیت می کشاند. تنها رقیبی که پیش رو دارید قفلت و ناآگاهی است. همه مردم تصویر سازی می کنن. در واقع هرچه تا کنون در زندگی تان رخ داده نتیجه مستقیم روند تصویر سازی بوده است. پس اگر تنها به ماحصل زندگی خود دقت کنید متوجه خواهید شد که تا به حال نیز از این ابزار روانی بینظیر استفاده کرده اید. اگر نگاهی به زندگی اکثر مردم بیاندازید به این حقیقت آشکار پی خواهید برد که آنها غالبا از توانایی تصویرسازی خود در جهت نادرست استفاده می کنند. توجه داشته باشید که تصویرها اکس های ذهنی هستند که به وسیله افکار ساخته می شوند. شکوه و عظمت ذهن هم در این است که می تواند فکر کند. به بیان دیگر ذهن با فکر کردن می تواند هر تصویری را خلق کند. به جایان که در دور دست تا به دنبال فرصت بگردید در هر کجا که هستید آغوش گشوده و آن را در بر بگیرید. با تصویرسازی می توان کهکشان ها را در نوردید و عالم را تسخیر کرد. هر آنچه برایتان پیش می آید باید یادتان باشد که شما پروژکتوری هستید که این تصویر را تابانده است. درست مثل زمانی که به سینما می روید و تصویری روی پرده افتاده است. اگر می خواهید تصویری که دارید می بینید را عوض کنید، راهش این نیست که به سراغ پرده سینما بروید و آن را پایین بکشید. در زندگی شما پروژکتور هستید و شما از طریق افکارتان، طرحهایتان و از طریق نظام باورهایتان تصویر را بر پرده زندگی می تابانید. پس مراقب باشید که چگونه می و چگونه تصور می کنید. ببینید آیا همان چیزی را که می خواهید با افکار قالب خود متصور می شوید و یا درست برعکس بر آنچه نمی خواهید متمرکز شده اید. تجسم ما باید بگونه ای باشد که توسط ذهن منطقی ما نورد نشود. برای رسیدن به خواسته تان باید آن را آرام آرام به بخشی از زندگی روزانه تان تبدیل کنید. بنابراین باید از تکنیکهایی بهره ببرید که با استفاده از آنها زمیر خداگاهتان باور کند که اطراف شما و محیطی که در آن زندگی می کنید با آرزوها و اهداف شما احاطه شده است و پر از چیزهایی است که خواهان به دست آوردن آنها هستید. در این صورت زمیر خداگاهتان نه تنها آرزو و رویای شما را به عنوان یک واقعیت میپذیرد و هیچ مقاومتی در برابر دستیابی به این هدف نشان نمیدهد بلکه در این مسیر به بزرگترین حامی و کمک رسان شما هم تبدیل می شود. تجسم می تواند یک ایده را به شکلی سیالتر و واقعیتر از کلمات بیان کند. استفاده از تصاویر به منظور درک دنیا شاید ابتدایی ترین نوع هوش ما باشد و به ما در خلق ایده ها و اندیشه هایی کمک کند که بعدها بتوانیم همان ایده ها را بر زبان آوریم. تصویرسازی اندیشه و آینده ما را در یک آن ملموس و قابل درک می سازد و برای مشاهده و احساس هر چیزی با حواسمان نیاز ما را برآورده می سازد. افراد خلاق در قالب کلمات نمی و از تمام حواس و جسم خود در راستای این برایند بهره میبرند. آنها نشانه های احساس را پیدا می کنن که افکار آنها را در بسیاری از سطوح برمی انگیزد. چه این نشانه های حسی یک بوی قوی و چه احساس ناشی از لمس یک توپ باشد. افراد خلاق در اتخاذ راه های جایگزین برای تفکر، خلق و درک دنیا روی کرده آزادانه ترید دارند. شما باید تفکر و خلاقیت خود را برای کلمات و اقلانیت محض به کار ببندید. تحریک مغز و حواس به شما کمک می کند تا خلاقیت ذاتی خود را بروز دهید و ذهن اولیه خود را احیا کنید. در زندگی تو هم با خلاقیت اکثر اساتید ما با الگوی مشابه روبرو می شویم. آنها با الهام اولیه و هیجان ناشی از موفقیت های بلقوه پروژه ای را آغاز می کنند. پروژه آنها با روحیات و فطرتشان ارتباط عمیق و پویایی دارد. آنها با الهام از اولین هیجانات عصبی وارد مسیر خاص می و به ایده خود شکل می دهند و انرژی خود را به درستی در این راه صرف می کنند. آنها وارد مرحله تمرکز بالا می شوند. این اساتید همچنین از ویژگی دیگری برخوردارند که فرایند کارشان را پیچیده تر می کند. آنها به آسانی از عملکرد خود راضی نمی شون. آنها علاوه بر هیجان احساس شک و تردید و نگرانی نسبت به کار خود را نیز تجربه می کنند. آنها از استانداردهای درونی بالایی برخوردارند. مقارن با پیشروی نقاعث و کاستی های ایده اولیه خود را در میابند و با دشواری هایی روبرو شوند که پیشتر پیشبینی نکرده بودند. با پیش رفتن در مسیر این فرایند و کسب آگاهی بیشتر و محو شدن تدریجی شهود ایده ای که در ابتدای کار زنده و پرشکوه به نظر می رسید حالا مرده و کهنه به نظر می آید. تحمل چنین احساسی دشوار است و هم از این روز که آنها دشوارتر و سریعتر از همیشه کار می کنند تا به راه حلی برسند. هرچه سختتر تلاش می کنن، احساس تنش درونی و یعص و ناامیدی افزایش می و حس فرسودگی آنها بیشتر می شود. در آغاز ذهن آنها مملو از ارتباطات غنی است اما الان جز اندیشه منفرد و فاقد ارتباط چیزی در ذهنشان نیست. در نقطه خاصی از این فرایند افراد کوتاه نظر دست از کار میکشند و یا به آنچه دارند قناعت می کنن و چیزی جز یک پروژه معمولی و نیمه کار نصیبشان نمی شود. اما آگاهان قوی ترند. آنها پیشتر با این روند روبرو شدند و در سطح ناخودآگاه خود میدانند باید به هر زحمتی که شده به پیش روی ادامه دهند. و در این یعص و ناامیدی و احساس رسیدن به بنبست قطعا هدفی نهفته است. آنها در لحظات پرفشار و پر استرس برای لحظاتی کار را رها می کنند. این رهایی می تواند به منزله وقفه کوتاهی در کار، رفتن به رخت خواب، استراحتی کوتاه و یا اشتغال موقتی به کار دیگر باشند. آنچه در این لحظات اغلب رخ می دهد یافتن راه حل و یا ایده های عالی برای به پایان رساندن کار است. آلبرت انیشتن پس از ده سال آزگار تفکر بر روی قضیه نسبیت یک روز از تصمیم گرفت تا کار را رها کند. او به اندازه کافی و بیش از توانش کار کرده بود. او زودتر از همیشه به رخت خواب رفت و وقتی از خواب برخاست ناگهان راه حل به سراغش آمده بود. اگر ما همان سطح از هیجان را که در آغاز پروژه تجربه می کنیم، در ادامه مسیر هم حفظ کنیم احساس شهود و الهام نیز با ما باقی خواهد ماند. از دست دادن آن شور و حرارت اولیه باعث خواهد شد تا مرتب به دوباره کاری رو آوریم و از دستیابی به راه حل‌های کوتاه مدت عاجز بمانیم. احساس یعص و نامیدی فضاینده ناشی از تفکر تکبودی نسبت به یک مسئله و یا ایده در نهایت ما را به نقطه بنبست خواهد کشاند. اینجاست که میفهمیم در جا می زنیم. این لحظات نشانه های از مقص هستند که ما را به رها ساختن موقتی ادامه کار تشویق می کنند و اغلب افراد خلاق آگاهانه یا ناآگاهانه این نشانه ها را میپذیرند. وقتی موقتا دست از کار میکشیم نمیدانیم که در زیر پوسته خداگاهیمان ایدهها و ارتباطات ذهنمان هنوز جریان دارند و به تدریج تکوین مییابند با از بین رفتن آن احساس یعص و ناامیدی مغز دوباره احساس اولیه هیجان و سرزندگی را این بار با شدت بیشتری باز مییابد مغز در این لحظه میتواند به راه حل مناسبی برای مشکل دست پیدا کند راه حلی که به خاطر احساس یأس و سرخوردگی از رسیدن به آن عاجز بود. این احساس که ما زمانی بی پایان برای اتمام کار پیش رو داریم تأثیر منفی و فلج کننده بر ذهنمان بر جای می گذارد و توجه و افکار ما را پراکنده می سازد. فقدان ضرورت برای انجام کاری عملکرد عالی مغز را با مشکل مواجه می سازد و شکگیری ارتباطات جلوگیری می کند. برای جلوگیری از چنین وضعی شما همیشه باید بر اساس زربال چه واقعی و چه ساختگی کار کنید. مواجهه با زمان محدود برای انجام کار سبب می شود تا ذهن شما به سطحی از عمل کرد که مورد نیاز است دست پیدا کند و ایده ها یکی پس از دیگری ظهور کند. شما هر روز با چالش های سخت مواجه می شوید و هر صبح که از خواب برمیخیزید ایده های واقعی و ارتباطات جدیدی در ذهنتان شکل می گیرن. اگر چون این ضربالعجلی ندارید آن را برای خودتان بسازید. مختره برجسته توماس ادیسون می دانست برای نتیجه گیری بهتر لازم است تحت فشار کار کند. او عمدن پیش از آماده بودن هر ایدهی درباره آن با دیگران صحبت می کرد. این کار به ایده ای او عمومیت میبخشید و امکان ابداع جدید را برای او فراهم می آورد. اگر او از پس انجام آن بر نمی آمد یا اجرای کردن ایدهش را طول میداد شهرت و محبوبیتش به خطر می افتاد. در چنین شرایطی ذهن شما همچون ارتشی میماند که توسط دریا و کوها احاطه شده است و نمی تواند عقب نشینی کند و با نزدیک شدن مرگ سختتر از هر زمان دیگری خواهد جنگید. سیستم RAS این سیستم بخشی از مغز است که مسئول بررسی تجربیات روزانه ماست مغز ما درست مانند یک کامپیوتر است شما از ورودی هر کامپیوتر هر چرا که وارد کنید باید انتظار داشته باشید که خروجی شما از همان اطلاعات ورودی تشکیل شده باشد پس اگر ما اندیشه هایی را وارد مغز خود کنیم آنها را مانند یک فرمان میپذیریم اگر به این نتیجه برسید که ناتوان و شکست خورده اید مغز شما این پیام را مانند یک دستور دانسته و آن را به تمامی اعضای بدن از قدرت درون ریز گرفته تا دستگاه گردش خون تنفس و سیستم حرکتی میرساند که فرمان شکست را پذیرش کرده و مطابق آن عمل کنند. و این شما را وارد یک حلقه معیوب می کند که نتایجی پیوسته بد و بدتر برای شما به ارمغان می آورد. در حالی که ثروتمندان و پیروزمندان با دادن فرمان ثروت و پیروزی تمامی وجود خود را به سمت ثروت و پیروزی سوق می دهند. امروز ثابت شده که تفکر ما اثر مستقیمی بر سیستم بدن ما دارد. یعنی به محض که ما ذهنیت بدی داشته باشیم عملکرد قدرت درون ریز بدن و همینطور دیگر ارگان ها از این ذهنیت تبعیت می کنن و با اختلال در عملکرد طبیعی هورمون ها و مواد ضد استرس و هیجان در بدن و افسردگی و احساس منفی شدید دچار می شویم. و در این سیر به جسم خود نیز ضربه می زنیم. دانشمندان اتفاق نظر دارند که سیستم عصبی انسان نمیتواند فرق بین یک رویداد واقعی و تخیلی را به طور روشن و با ذکر اختلافات جزئی بیان کند. پس بسیاری از تصمیمات روزمره ما نه بر اساس حقایق و واقعیت ها بلکه بر اساس اطلاعاتی گرفته می شود که کامپیوتر مغزمان ما آنها را به عنوان اطلاعات حقیقی به ما تحویل می دهد. در حالی که بسیاری از این اطلاعات توهمی بیش نبوده و تنها تفاسیر غلطی از حقایق هستند که در نتیجه به تصمیم گیری غلط از حقایق منجر می شوند. سیستم RAS یک سیستم با تشکیلات تورینه ای به اندازه یک چهارم سیب در مغز انسان است که وظیفه آن پالایش اطلاعات به خصوص از میان انبوه اطلاعاتی است که به ما می رسد. نمونه اگر شما یک ماشین بنز قدیمی بخرید بعد از آن دائما هایی از نوع ماشین خود میبینید گویی که ماشین های بنز در سطح شهر زیاد شدن. در حالی که چنین نیست این ماشین ها پیشتر هم وجود داشت. تنها سیستم RAS شما ماشین های بنز را از میان انبوه ماشین های دیگر برمیگزیند و به کامپیوتر ذهن شما وارد می کند. وظیفه RAS نیز همین انتخاب و گزینش اطلاعات از میان محیط و نتایج عملکردهای شماست با توجه به آنچه شما میخواهید مثلا اگر تصمیم گرفته باشید فکر کنید همه چیز در دنیا خراب است و یا شما آدم بدشانسی هستید RAS مشغول جمعوری شواهدی مبتنی بر بدشانسی شما از محیط می شود و سپس آنها را در اختیار کامپیوتر ذهن شما قرار می دهد تا آن هم به روش خود به شما ثابت کند که حق با شماست و واقعا بدشانس هستید. در حالی که ثروتمندان دانسته یا ندانسته به RAS خود وظیفه متفاوتی واگذار می کنند. آر آنها شواهدی مبتنی بر هوشمندی، توانمندی، موفقیت، قدرت و ثروت آنها از محیط برمیگزیند تا به آنها ثابت کند که پیروز و ثروتمند هستند. پس می بینید این که شما احساس پیروزی و شکست کنید به طور کامل در دست خود شماست و تنها بستگی به چگونگی برنامه ریزی کامپیوتر ذهن توسط خودتان و تصمیم هایی دارد که با توجه به اطلاعات کامپیوتر ذهن خود می گیرید. پس شما هم می توانید به ثروتمندان بپیوندید به فقط کافی است بخواهید نتیجه این که انسان موفق خودپنداری خود را کنترل کرده و اطلاعات کامپیوتر مغز خود را همانطور که میخواهند تغییر میدهند. آنها دنیای خود را وسعت می بخشند و می دانند که استراب، خصومت، غم عوامل منفی و تخریب کننده تصورات خلاق و سازنده هستند آنها میدانند که کامپیوتر ذهن آنها فرقی میان من حقیقی و آن کسی را که من میخواهم باشم قائل نیست پس آگاه باشید که زمیر ناخداگاه هیچ تفاوتی بین آنچه تجسم می کنید و آنچه در واقعیت تجربه می کنید قائل نمی شود. این قانون ذهن است اگر به تصاویر ذهنیتان احساس را اضافه کنید زمیر ناخداگاهتان هیچ تفاوتی بین تصویر تجسم شده یا یک رخداد واقعی که واقعا در زندگیتان رخ داده است قائل نمی شود. پس طبیعی است که همان تصاویر را که تجسم و احساس کرده اید در دنیای واقعی نیز تجربه کنید. وقتی که هدفی را تعیین می کنید مغزتان به هر چیزی توجه می کند که بتواند آن هدف را به شما نزدیک تر کند. اما اگر در یک شرایط ذهنی انفعالی باشید این کار را نخواهد کرد بیشتر مردم سعی می آنچه را که میخواهند در همان چارچوب اعتقادات محدود کننده ناخداگاهشان به دست آورند اما از این خبر ندارند که واقعیت الان آنها در زندگی ساخته ی همین ذهنیت ناخداگاه فعلیشان است تا وقتی طرز فکرشان را تغییر ندهند ایجاد هر تغییر اساسی جدید خیلی سخت خواهد بود چه برای افزایش ثروت و چه هر چیز دیگری وقتی مردم جملات تأکیدی می نویسند سعی دارند تغییر را در یک بود به وجود آورند که بسیار محدود است و قدرتی ندارد. می توانید از این راه تغییر به وجود آورید ولی آسان، سریع یا ماندگار نیست. بیش از حد یک بودی است و نیروی خیلی کمی دارد. قدم بعدی تصویرسازی معمولی خواستهتان تان است. این حالت به خواسته تان عمق می دهد. آن را دو بعدی تر می کند. حتی اقل از دیدگاه ذهن. بعضی افراد برای این کار از تابلوی آرزوها استفاده می کنند. فقط یک تابلو از عکسهایی درست می کنند که نشان می دهد چه می خواهند داشته باشند، انجام دهند یا باشند. جایی نصبش می کنند که بیشتر از همه جلوی چشمشان باشد. معمولا روی یخچال یا آینه دستشویی. تابلوی آرزوها ابزاری است برای انتقال خواسته ها به ذهن ناخودآگاه با وجود اینکه بعضی از تابلوها چند خواسته را نشان میدهند روش قوی است که یک خواسته را بگیرید روی یک چیز تمرکز کنید و از تصویر معناداری برای نشان دادن آن استفاده کنید مثلا شما یک اتومبیل خاص می خواهید تصویری از آن اتومبیل را می گیرید و آن را جایی می که جلوی چشمتان باشد نگاه کردن به عکس ماشین واقعی و تجسم آن روشی دو تر برای خلق جذب یا تجلی است. تصویرسازی روشی قوی است و سر آن اثبات شده است. در همه چیز از ورزش تا پزشکی و کسب و کار. ولی هنوز در بعدی بسیار محدود کار می کنید و در اعتقادات محدود کننده فعلیتان دست و پا می زنید. می توانید تمام ثروتی را که دوست دارید تصور کنید ولی اگر هنوز معتقد باشید که برایتان بعد است فرصت های رسیدن به آن را نمی بینید با وجود اینکه می توانید از راه تصویرسازی به نتایج عالی برسید این روش در دل خود محدودیت هایی دارد برای زندگی کردن هم روش بسیار محدود کننده و بسته محسوب می شود چه برسد برای تحول ولی یک سطح بالاترین است که تصور کنید الان صاحب آن ماشین هستید. آن را میرانید. با دوستانتان سوارش میشوید. خود را با تصویر درگیر کنید. این کار وارد کردن یک تجربه سبودی از تجلی یافتن خواسته هاست. به جای نوشتن و جملات تأکیدی یعنی بعد اول یا دیدن ماشین جدا از خودتان یعنی بعد دوم تقریبا وارد تجربه هولوگرافیک می شوید. از اینکه در زمان حال از ماشین لذت می برید جوری که انگار الان به واقعیت پیوسته است. این حرکت به سمت بعد سوم است. واقعیت فیزیکی که همه ما به عنوان انسانان را داریم و خواسته هایمان را تا حد امکان ملموس و واقعی می کنیم. این بهتر است ولی بهترین نیست. واضح است که هر سه روی کرد جواب می دهد ولی محدودیت دارند. نوشتن جملات تأکیدی، سطحی و تکبودی است. پس توانایی خیلی کمی برای به وجود آوردن تغییر دارد ولی صفر نیست. باید زیاد بنویسید و تکرار کنید تا برنامه های موجود در ذهنتان جایگزین شود. تصویرسازی آنچه می میخواهید چه ماشین جدید باشد و چه ثروت براوان قدمی به سمت بعد دوم است چون در ذهنتان آنچه را که میخواهید وارد زندگیتان میکند این روی کرد به خواستهتان شکل رنگ عمق و احساس بیشتری میدهد که همگی برای بعد دوم مهم هستند ولی هنوز به اعتقاداتتان درباره آنچه شدنی است محدود هستند بعد سوم تصویرسازی تعاملی است که خیلی شبیه تجربه های روزمره شماست. احساس واقعی بودن دارد. پس تصور اینکه آنچه می از قبل اتفاق افتاده و آنقدر واقعی به نظر می رسد که شاید با واقعیت اشتباه گرفته شود سرعت رسیدن به نتایج را بیشتر می کند. ولی باز هم این بود در حوزه اعتقادات فعلی ولی ناخداگاهتان محدود است. چطور می شود تمام این محدودیت ها اعتقادات محدود کننده و تمام ذهنیت های بسته را رها کرد و وارد دنیایی شد که می دانید در آن هر چیزی ممکن است و از آنجا می توانید هر چیزی را که می خواهید به واقعیت تبدیل کنید. باید وارد بعد چهارم شوید. فرایند بعد چهارم تکنیکی است که مواجه شدن با مسائل را قبل از اتفاق افتادن آنها آسان می کند. بخانید آن چرا که دیده نمی شود طوری که انگار دیده می شود. مردم عادت دارند چیزهای ساده را کم اهمیت قلم داد کنند ولی بدانید که بزرگترین و مهمترین قوانین جهان هستی همگی سرشار از سادگی هستند. برای فرایند بوده چهارا اولین قدم برای تغییر آینده خواستن است. یعنی هدفتان را تعریف کنید. بدانید دقیقا چه می خواهید. دومین قدم اتفاقی را بسازید که میدانید بعد از تحقق خواستهتان با آن روبرو خواهید شد اتفاقی که نشان دهنده تحقق خواستهتان باشد چیزی که روی بقیه موضوعات اثر میگذارد سومین قدم بدن فیزیکیتان را بی حرکت کنید و در وضعیتی نزدیک به خواب قرار بگیرید بعد با پلکای بسته و توجهی که به تجربه پیش رو متمرکز شده در تخیل خودتان را به صورت ذهنی درست در وضعیت آن اقدام تصور کنید که انتخاب کرده اید تمام مدت ببینید که در واقع همین حالا و همینجا مشغول انجام آن هستید باید همیشه در حال انجام آن اقدام تخیلی باشید نباید عقب بنشینید و نگاه کنید بلکه باید حس کنید واقعا مشغول انجام آن کار هستید تا احساس تصویر برایتان واقعی باشد همیشه مهم است حواستان باشد که آن اقدام انتخابی باید چیزی باشد که بعد از تحقق خواستهتان میآید و در زم باید خودتان را درون آن عمل احساس کنید تا اینکه برایتان مثل واقعیت واضح و شفاف باشد. برای مثال فرض کنید خواهان ارتقای شغلی در محل کارتان هستید. تبریک گفتن دیگران می تواند اتفاقی باشد که بعد از تحقق خواستهتان اتفاق می افتد. این اقدام را به عنوان تجربه تصویرسازی انتخاب کردید. بدن فیزیکیتان را بی حرکت کنید و در وضعیتی نزدیک به خواب قرار بگیرید. حالت چرت زدن ولی هنوز قادر به کنترل مسیر افکارتان باشید در حالتی که بدون تلاش و تقلا همچنان هوشتان سر جایش است حالا تصور کنید دوستی مقابلتان ایستاده است دست فرضیتان را در دست او قرار دهید اول واقعی و جامد بودن دستش را حس کنید بعد با او مکالمه خیالی انجام دهید که با آن اقدام هماهنگ باشد موقعیتی را ببینید که مردم به خاطر پیشرفتتان به شما تبریک میگویند این موقعیت را واضح مجسم کنید آینده همین واقعیت حال حاضر از منتها با مقیاسی بزرگتر و عجیب است که در دنیایی با مقیاس وسیعتر الان معادل همین جایی هست که تجسم کرده اید در همان فضای سبودی روزمره. تفاوت بین حس کردن خود در آن موقعیت در همان مکان و همین حالا و دیدن خود در حال اقدام طوری که انگار دارید فیلمی را در تلویزیون می بینید تفاوت بین موفقیت و شکست در این کار است. در فرایند بود چهارم شما فقط به خواسته اتان اجازه ورود به زندگی تان را می دهید. هیچ خواستن، طلب کردن یا آرزو کردنی وجود ندارد. مال من خواهد بود و این ماهیت تمام چیزهایی است که در این بود وجود دارد. فقط کافیست آن را بپذیرم، قبول کرده و از آن استقبال کنم. نه اعتیادی، نه وابستگی، نه نیازی، نه استرسی.